سوسنهای سفید، باشگاهی بدون افتخار، نجات تاتنهام. سلام و درود بر شما باد. بار دیگر بازشیم با نجات های متخان، اما این بار رفتیم سراغ تیمی که اصلا افتخار اصلا خوبی نداره. اصلا چرا این تیم از سال 2000 به این طرف فقط سال 2008 جام اتحادیه رو بردن، ولی قهرمانان نداره، لیگ اروپا نداره، اصلا هیچ چیزی بدش کنه، اصلا هیچ داغون، فقط چمپیونز لیگ سال 2019 رسیدن به فینال که اونم اوت شدن، هیچ چیزی اصلا قهرمان نشدن. و متخان به صورت افتخاری اومده این تیم رو نجات بده، ببینه که از پسش برمیاد یا نه، بهنو کردش برمیاد. بله این سرمربی قدر متخان با عینک زیبا اما عینک ورجن قدیم وارد باشگاه میشود، بعد کروات سفید مشکی تیم باشگاه گلرس مشاهده میکنیم. اینور پرشیش، بابا شما با این بازیکن‌ها چه جوری قهرمان نمیشی؟ پرشیشو داری، هوگلوریسو داری، هریکینو داری، سونو داری، دیگه چه جوری قهرمان نمیشی؟ بفرمایید سون. اهداف فصل، تعیین اهداف. ببین من به عنوان مدیر باشگاه فکر می‌کنم هدف ما امسال این باشه که قهرمان بشی. نظر تو چیست؟ اولا که اجازه بده شما سهمی چمپیونز لیگ داری یا نداری؟ اینو به من بگو. زرش چمپیونز لیگ ندارن. نه کنه میشه هدف ما بعد رسیدن به لیگ قهرمانان اروپا باشه. زرش برو. ببین اینا که چهارم هستن الان تو لیگ انگلستان، اما در حالی میرن چمپیونز لیگ فکر کنم تو پلی‌آف میرن. اینجا نمیدونم که پلی‌آف دارن یا ندارن، ولی من میگم هدف اومد رسیدن به لیگ. بردین یا نبردین؟ 140 سالش سن باشگاه، هنوز لیگ نبردن، یه بارم لیگ نبردن. شما وضعیتتون داغونه. بگو من فقط موافقم. هیچ، بله موافقم. من نمیخوام شانس خود رو در اف ای کاپ کامل حساب کنم، اما قهرمانی در لیگ اولویت داره. آفرین، حرف درستی داری میزنی. به خاطر اینکه اینا تو عمر 140 سالشون هنوز قهرمان لیگ نشدن، یه بار سال 2017 فقط نایب قهرمان شدن که بماند، اصلا چمپیونز لیگ هم ندارن. ولش کن. جام حذفی فوتبال انگلستان سال 1991 قهرمان شدن آخرین بار، یعنی خدا نگهدار هستن. ولش کن، وضعیت بسیار داغون است. دیدار با مطبوعات. آقا متخان چی بگی حالا؟ مثلا چی بگم حالا من؟ مثلا اینجا انتظارتون به عنوان مربی جدید تبریک میگم. در این فصل رقابت زیادی برای کسب قهرمانی لیگ وجود داره. شانس قهرمانی در لیگ رو در اولین سال خودتون چطور میبینید؟ بسیار سوال عالی پرسیدی، چون اولین باره که این سوال داری میپرسی از ما در دوران مسئله لیگ. من بگو ما قهرمان میشیم. آقا نه وایسا، نه بگو نه نمیدونم. چرا بس بذارم ما قهرمان میشیم. من فقط میخوام اصلا بگم که در رسیدن من به اینجا و به اینجا دادن و این فرصت شگفت انگیز نقش داشتن. نمیدونم چیه زرتوبرتی دار میکنه. من اطمینان دارم که میتونم این باشگاه رو فتح کنم. اوهو، ما با بازیکنان شگفت انگیزیه، نیمکت عالی، همچنین یه مربی عالی مثل من داره. نیاز به گفتن از کادر با تجربه در این باشگاه نیست. دیگه گفت مربی عالی مثل من خوشم اومد. این تیم دیگه نجات، دیگه خودش نجات داده داره میده خودشو. باش فقط سه دفعه داریم بازی میکنه، یه ذره کارمون سخت داره میکنه. فقط این دفاع فک راست رو خیلی باش نیستم، اینو به جای کولوسفسکی بیار. کاپیتان دیگه ندارین شما، مثلا به جز هوگلوریس کی میتونه کاپیتان بشه؟ اینم که اصلا هوگلوریس کاپیتانی بلد نیست بکنه. هیچی، یه دفاع باید بگیریم ما. مذاکرات پول چقدره؟ خوبه. ببین ما به نظرم یه دونه نوک میخوایم. اصلا نگاه کن نوک ندارن اینا خودشون. یه دونه نوک بگیر، یه دونه دفاع. آقا ویکتور اوسیمن سرعت داره، تمام کنندگیش هم خوبه. ویکتور اوسیمن من همیشه میگیرم. 4 رو نمیگیره این بچه، بده بیاد. آقا النصیری رو بگیر. من میگیرم آقا النصیری رو. 2 ساله 30 آقا بیا 31 میلیون کامل بده بهش، 4500 سالیانه. اونوچ نفرما. آقا بونوچی چقدر میگیری؟ آقا بونوچی این بده 4800 میخوادم. بونوچی رو نمیتونیم کنس، باید قرضی بگیریم. درخواست قرض یک ساله بزن کامل پر کن واسش، بعد گزینه خرید و واسش بزن. ولی اولی مازی رو ردی میخوام بکنم، ببینم که خودشون چیکار میکنن. ساعتی که یک بعد از در ورزشگاه ما با منچستر سیتی یونایتد یکیش بردی میوالا. آقا بونوچی رو نکن، خرید زدم، یعنی گفتم که آقا یه سال قرضی میخوام. اگر خوب بودش بخریمش با همین قیمتی که گفته 7 تومن و 5 جم سالانه. حالا اوکی، اوسیمن گفته نمیام، النصیری هم گفته نمیام، ممنونم. قبول شرایط بونوچی میام. بله بونوچی بزرگ به تیم ما پیوست، قرار که اوورال تیم رو یه نموره 200 تا بگشه بالا. بفرمایید خود خودتونه. نه خود چانجا شده اوورال تیم 70 و اگر کاپیتانش بکنم 92. خیلی خوب، این بازی هم میخوام رد کنم خودشون ببرن. گفته بونوچی به تاتنهام پیوست و گفته که من قصد دارم به تیم کمک کنم. متخونم گفته چی؟ ما در حال مسابقه تو چه می‌کنی؟ مهم نیست که چیزی لون نمیخواد، اینتر باشه یا آرتی میده. یابد کلا من این بازی رو رد کنم، ببینم که خودشون با اوورال 92 چیکار میکنن. 4 هیچ زدیم بابا، این چه تیمی شد؟ ببریم این بازی آخر رو، جام بازی دوستانه رو گرفتیم همین اول فصل، جام قهرمانان بین المللی. بازی آخر، بازی شروع میخواد بشه ساعت 11 ظهر در ورزشگاه متروپول آرنا، در ورزشگاه خودمون ساعت 11 با میلان بازی شروع میشه. به متخان رادش اولین بازی رسمی خود رو انجام بدهد. اگر این بازی رو بگیریم احتمال زیاد کاپو گرفتیم.
بله جام رو مشاهده میکنید. گفتم این بازی رو هر کی برای جام رو میگیره، البته ما صدر جدول این سه چهار تیمه هستیم، ولی خب ببریم جام رو گرفتیم و این بازی بسیار مهم است برای متی خان که نشان بده حتی قدرت خود را. چه ورزشی خوشملی داریم خدا وکیلی. وایسا ببینم، وایسا تنظیمات دوربین انگل چرا اینجوریه؟ بله متی خان بازی رو شروع میکنه. آقای بنتانکور متأسفانه تو نیست، رفیق شفیق مهدی خان پاس میدیم، حرکت میکنیم از وایسین. بله آقای هرکین مدل کریستیانو رونالدو این پوزیشن رو قرار گرفته، میخوام ریسی بزنم ناکل شات زیبا که گند زد هرکین، البته دیپینگ شاتشون میزد اصلا. بگی استوبش کن، استوب شوت، استوب شوت، وای وای هرکین پاسو بده خودت بزن. ها ریچال بدو، ریچال لیسون هرکین توپو گرفت کاتو میده و توی دروازه. بله این هوش، کسی که هوش 120 اصلا لازم نیستش من بگم چی و چی کی بکیه، همون میکنه کارو. پس سونم بیار چپ بازی بده، حرکت خوبی انجام داده، خود هرکین میزنه کاتدار. ای پدر صدباتی در آورد توپو، نیمی اول با یک بر هیچو مهدی خان برده. برو برو دیگه، برو دیگه هرکین، نگاه کن نگاه کن، برو حرکت کن. آ یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری، هرکین میره همین تیر یک بزن، تیر یک در سلامتی. مگنون رو نگاه کن همه رو داره در میاره. آما شالا سون، سون بودو ببینم، سون بودو ببینم، سون بودو بیا تو میدی وسط هرکین، هرکین شوتو. اوی چرا گل نمیخوره اون آقا؟ یه مکشی نقم مدید وقتی میتمام. بله مهدی خان قهرمان دیدار میشود، نیومده توی باشگاه در دست گرفت با یه آقای خدایی یه دونه بونوچی رو گرفتم، هنوز یه دونه بونوچی همین چهره قهرمان شد در این تورنمنت. یه دونه اصلا بازی بود، یه دونه بازی کنم 30 سال ببه بالا، ببره بالا جامو بفرمایید. آقا مبارکتون باشه، مبارک باشگاه، بفرمایید بفرمایید، مبارکتون باشه، مبارکتون باشه، جام خوشحالی پیشواز قسمت دوم. میگم که چی میگن اینا؟ خواه من فکر میکنم بازی در جام قهرمانان بین المللی برای برایان بسیار ارزشمند بوده. من فکر میکنم در آینده میتونیم انتظارات زیادی ازش داشته باشیم. آره راست میگه، اینو خدای من موافقم، چون توی این تورنمنت قهرمان شدیم بودجمون بیشتر شد، از 6 میلیون سالیانم شده 10 میلیون. الان من میتونم یه دونه فوروارد خوب بخرم، برناردو سیلوا سمت راست بازی میکنه، وینگ راست 11 میلیون. ببین 10 میلیون قطعا این قبول نمیکنه، ولی خب بزن چون واسش بزن ببینیم، فکر نمیکنم قبول کنه. اونا نعمت محرز رو بگی، محرز ارزونم میگیره، 9 میلیون بده بهش، از این برم زیاد بده بهش 5 میلیون بگو بیاد، یکی از اینا بالاخره میاد. اونم سیلوا رو نمیتونیم بگیریم، سیلوا رو نمیتونیم بگیریم، گفته 10700 بخوام. همینطوری که دارین میبینید ریاض محرز گفته 9500. بابا چقدر تو دندون گردی دیگه، 14 میلیون هم میخوای اضافه تر؟ بزن بیاد دیگه، اشکال نداره داداش، بزن قبول شرایط. آقای ریاض محرز از منچستر سی پیوسته به تاتنهام، میخوایم تاتنهام رو نجات بدیم، متوجه هستی یا نیستی؟ آقای ریاض محرز میاد اوورال تیمو جان من بگیر، 97 دو تا بازی کن، این شو ترکیب ما. ساعت 9 شب پلی آف بازی داریم با اسپورتینگ لیسبون، اگر بتونیم بازی رفت و برگشت رو ببریم توی چمپیونز لیگ موندگار خواهیم شد. میخوام بازی رو رد کنم ببینم که خودشون با این ترکیب چیکار میکنن، یکی چی بردی ولی نتیجه ضعیفیه. افتتاح یک لیگ قسمت اول از منطقه چی میپرسن شما از بازیکن جدیدتون یعنی ریگازماری رو در این بازی استفاده میکنن یا نه؟ ممکن از اون استفاده کنم، شک دارم بکنم یا نه اینو بگو. من در مورد 11 نفر اصلی تصمیم رو گرفتم، نمیخوام الان به جزئیات اشاره کنم، اما بعید اون در اولین بازی بازی کنه، پس چی میدونه همه چی میتونه تغییر کنه. من مطمئنم که چرا از جانب من حرف بی خود میزنی اصلا. بله ساعت 1 ظهر در ورزشگاه خودمون روز پارک استادیوم، روز پارک استادیوم واسه خودمون اوکی. بله مسی خان اومده تو رخیان و سلیپ هاشون رو میشتم، گفت لستر سیتی حریف سرسختی، اما این دلیل برای ترتیب ندشونی سرفتان امروز همین تراچون میکنن، بنابراین میاد کارمون رو درست انجام بدیم. اولین باره که در فصل مقابل هردان خدا یادتون میشه پسار کنیم، میتونیم بکنید چلسی اونها باشیم، یادتون باشه اونرا رو با ریتم بازی هماهنگ کنید دیگه. گرفتیم چی شد آقای مسی خان؟ بریم بازی شروع میشود در ورزشگاه خودمون، اولین باری که تو ورزشگاه خودمون داریم بازی رو شروع میکنیم مقابل هواداران خیش. سون هیانگ مین رو به داخل حرکت کرده، کاتشو میده بازیکن بزنش، بابا ولمون کن هرکین خودش همش میخواد بندازه رو زمین. به 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 حرکت زیبای کولوسفسکی میاره این مر سان میکنه رو تیر دوم بزن هدو بو. این پیرشیش خطرناکه، جنگندگیش پایینه بخاطر سنش، اما خاک تو سرت کولوسفسکی. سف سف نیمه بل بده جلو، بده جلو هرکین به چرخه، هرکین سون کاتدار و گل نمیشه. خدا اصلا اصلا خورد کرد گل نخوریم والا خوبه. یه بار که بذار خود کولوسفسکی بزنه ببینم چه غلطی میکنه. گل مشتون مدل میدا بودی هم خداش خوشحالی گل میکنه. آقا کولوسفسکی کار رو تو کردی، برو بیرون، برو 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 ببینم شما ریاضه آبروی ما رو حفظ کن، شما ریاضه همه بازشون خوبه. وای وای بلند شو بلند شو گندت بزنن.
گل خوردیم. تمام یک برای یک مساوی هم بعدیم بازی. بله افتضاحیه که قسمت دوم ولی میگه خجلخان چی میگه اصلا میخواد اعتراض کنه آیه یس بخونه که بکشون نبردیم. بسیار تواداران شما تعجب کردن که شما به ریاض مرز اینقدر فرصت بازی شاید بین باید بین حرف و عملتون خفش بریم. ما مرتی که متوجه من در اینجا سعی نمی کنم کسی رو فریب بدم. یه بار گام شوینیم با همه یکی هست دوست دارم. آقا ریاض مرز از میباد فیکسه پدر سوخته. اوورال تیمو کردم 96 داره به من اعتراض میکنه. بریم ما بریم اینا عدد نیستن. یکی زدیم بازی برگشت تو زمین خودشونه خطرناکه. بعد ببریم خدا وکیلی حواستون رو جمع کنی. برسون برسون پاس عالی به سون همونو بزن. وای 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 پاس بده پاس بده پاس بده. پاس میدیم وسط سون هیونگ می توپو گرفته پاس میندازه واسه چپ. آقا شماره 5 مون از دفاع اومده واسه سان کردن. سان رو سر هریکین میتونیم گلش کنیم یا نه؟ بلمان کان بزن سوتو دیگه. حالا نکن حالا نکن یه زد داری بیا زد داریش کن سون بیا گم شدی که داداشم بزن کلو سفسکی نویزش کن برو گم شو بیرون بده بهش برو سون برو مرسی مرسی توی در بسه واسه عالی. ریچارلسون خالی آفساید نیست آفساید نیستش. ببین میدی میدی به سون میدی به سون همونو بزن بره تو گل. برو برو ریچارلسون پاسه رو بده هرکین هرکین همین بر عشق هست. هر کی بود زده بود تیر دو مهدی خان چون هست میزنه تیر یک و گل میشه. بله ریچارلسون هرکین یا بگیرش دیگه اینو. وای 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 بعدیت خطری شد بعدیت خطری شد. گل بعدی خوردیم خوردیم تموم شد داشتم رفتیم بالا. مبارکالله سود به چمپیونز لیگ. خب مرحله گروهی خوردیم به سخت ترین گروه فکر کنم. بارسلونا لایپزیگ پدر ده. ببین بارسا چی لایپزیگ پدر در میاره. یانگ بویز هم قویه. اگه ببریم میخوریم به این گروه. اینا گروه مرگم فکر کنم. به احتمال زیاد میخوریم به پی اس جی اگر دوم میشیم اگر اول میشیم که احتمالاً میخوریم به اتلتیکو یا گالاتاسارای. بله آخر روز نقل و انتقالات قسمت اول کچل خان چی میگه؟ داشم بگو. شنیدم که فلان سیتی دنبال فلانیه. اونا به من گفتن که برای ایسار پیشنهاد رسمی به 4 سال زمان نیاز دارن. خب به ما چه؟ این بازیکن تا مدت ها ما رو تگ نمیکنه اما باید صبر کرد و دید. اوه یکی میخواد بره از تیم ما. اینا میگه میخواد بره. خدای میخواد بره. به رئال هم میخواد بره. آقا برو. قبول شرایط. اولین بازی چمپیونز لیگ داره شروع میشه. اولین بازی هو. چه خبرتون اینجا دوی اون دوربین آقا این شوخیار نکن با این پرو میشه. اعتقاد همه اینه که به راحتی از گروه سود میکنیم. اعتقادشون درسته. آیا به راحتی از گروه سود میکنید؟ بله. اوضاع رو به هم میزنه بزنم تا نمیدونم چی دیگه. نظر من اینه که اگر فکر کنید سود در شرایط اصلا شما تو یه سعی دیگه دارید دیگه میکنید که لایل از جیبتون رو از حریف برداری بهتر اتفاق میفته. نه من فکر میکنم این گروه پیچیده است. ساعت 9 شب در ورزشگاه خودمون اولین بازی چمپیونز لیگ رو میخوام بازی کنیم. بله اولین بازی چمپیونز لیگ مهدی خان به عنوان سرمربی تنام شروع شد. بازی شروع میشد. مهدی خان از همین اول کار کشیده بالا. سون استوبش کن. بابا او نه بابا چه حرکتی چه قوتی. سانتر بکش. ماشاءالله چه حرکت زیبایی. خدای گلش خدای حال کردی مثل گرتبیل از بیرون اومد تو. اونا که رئال بابا داریم حرف میزنیم. بده هرکی این دیپینگ شات بزنه انشالله که گل بشه. یا الله مددی نمیخوام بزنی شما. پاس تو بده سان کن بنتانکور یه سانت عالی بزنه شرکین گل نشود. باز تمام شد آقا بازی. این که سف سف ریاض مهره به طور منظم در حرکی بزرگ داره و به نظر میرسید نظر مربی رو به خودش جلب کرده. با این حال نظر میسه او برای انضباط و دستور عملهای تیم جدید کمی به زمان نیاز داره. ولی امیدوارم وقتی زمانش برسه همه ما رو تحت تاثیر قرار بده. اتفاقی که قسمت سم اولا که این قسمت سم بینم که چی داره میگه چوره بده نه چما بده لفته بالتری باشیم دوباره بورت های بیشتر باش. الان میگه من اینم میگه الان میگه ایسی در آستین دارم من بفرم حفظ شدم دیگه اینا رو. چمپیونز لیگ بارسلونا بارسلونا که صدر جدول چمپیونز لیگ گروهیه خودمونه باید ببریم. ساعت 5 دقیقه هر دو شب در ورزشگاه نیوکمپ بارسا بازی داریم و باید این بازی رو مسی خان حتما خودش بازی کنه و ببره. چرا که اگر نبریم اختلافمون با بارسلونا خیلی زیاد میشه. بله همین رو کم داشتیم که لوریس بی انگیزه باشه تو این بازی. ایول ریچارلسون چقدر زیباست این بازی. مثلا این سه تا فوروارد عالی محرز یه ذره داره اذیت میکنه انصافا. ولی الان میخوام ببینم که اگر هافک راست بازی بکنه ایشون چیکار میکنه. وای 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 گل خوردی. بیا 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 هرکی بزن گلش کن. ای والا هاریکلا همانگی. مرسی پاس نگرش دار بده رو پایین. حالا شوت استادو بگیر رفت استاد رفت دارم میگم. عجب آدم یعنی اینا. خفش خطا نیستا. دایف نه واسه اون نه پنالتی. بزن این بر میزنی یا این بر میزنی. ما این بر میریم. وضعیت افتضاحه. عجب آدم خریه ها. بزن گلشه. ایول حالا کورسی میذاره هری کین با لواندوفسکی.
مرسی همون شوت کامبک مهدی خان رو یه جا بنویس فقط دقیقه 86 سون هیونگ مین ایوال 3 بر 2 مهدی خان میبره کامبک رویایی لایپزیگ چرا رفت اول توازن گلش دو تا از ما بیشتره چند تا زد مگه اون حالا ما نیوکاسل باز داریم نیوکاسل هم از ما بالاتر تو جدول بگیر نگاه کن نیوکاسل تو جدول هفتمه ما سومیم که داداش ولی این بازی رو بازی میکنیم چون دو تا بازی بعد خیلی مهم نیست در یه بازی واقعا پیچیده سون هیونگ مین گل برتر تیم اشتادنهام رو به ثمر رسوند. حالا سون هیونگ مین چند کلمه رو بعد بازی گفته. تیم یک پارچه شد و همه چی به خوبی پیش رفت. اون گلی که زدم من هرگز فراموش نمی‌کنم. ما پیروزی رو به خواندن آوردیم ما اما هنوز جای پیشرفت داریم. آباری کلا بر تو. بعد باز چورو میچه. ما قبلا نیوکاسل یه بار نجات دادیم مگه ندیدید؟ برین ببینید چون واقعا اون نجات یه چیز دیگر بود. چی نیست؟ اگه گل نشه چی نیست؟ بذار همون شوت. یا ولمون کن بزن همین شوت اریک دایر برادر زیبای من گندتون بزنم گل خوردیم باختیم مهدی خان یکی چی میبازه با یانگ بویز بازنیم چمپیونز لیگ خیلی هم مهمه این بازی رو باید ببریم حتما یا علی مدد سه هیچ زدیم ایمان صدر روز داربی با کیه چقدر زرت و زورت میکنه باشگاه اصلا نمیذاره ما تمرکز بکنیم چون مثلا مقابل آرسنال ساعت 31 توی 31 اکتبر بازی داریم یه دربی قدیمی ندیمی دیگه نیست و بازی مهمیه نمیدونم دیگه زرت و زورت میکنه مدیکان چی میگه این برای من روشن ما در مسابقات بعدی پیروز خواهیم شد به اونا نشون میدیم که از چی ساخته شدیم اوه بله بازی با استون ویلا رو بعد خودمون بازی بکنیم تیم سرسختی استون ویلا بعدش هم با آرسنال بازی داریم ای بابا بله روز داربی این مرض من روز داربی و مرض پیروزی امروز خوب عالی بود اما مطمئن باشید که بازیکنان بیش از حد سرد بشه قرار نمیگم ما باید در داربی آیا در مقابل آرسنال با تمام مرد از بیای میگی ببر برای خود رو خسته نکنید راست میگه دیگه بابا بیای میگی ببر بر بعد از اون بر میگی خسته نکنید خودتون رو چه ذره مافی داریم میزنه آفرین ما بعد بازی با استون ویلا رو ندارم بازی کنیم چون داداش آرسنال 19ام استون ویلا 12ام تو و استون ویلا رو کاری چسبی به آرسنال 19ام بله بازی شروع میشه بعد ببینیم که مهدی خان بالاخره خودش میتونه ببره خبرش چیه نه بیا پاسو بده خاکش تو سر تک دفاع داریم میکنیم آفساید خدای آفساید خدای شکر وای بیا جلو پاس بیرون بزن وش ریچارد لیس هون پاسو میده ریچارد لیس هون به سون هیونگ مین سون به هرکین این بر ماشاءالله ایول همین ما میخوان یکیش نیمه اول بیا بنتانکور بیا حالا ای وای آری بابا یه هد بزن دیگه خب برو خودت ببینم مرسی ماشاءالله هرکین حالا مهدی خان رو خوشحال کردی خدا خوشحالت کنه دوست من خدا خوشحالت کنه نه دیگه اینجا رو ندار دیگه منشوریه تمام بازی و مهدی خان بازی رو میبره چندم شدیم دوم میخوام رد بکنم ساعتی که بعدا در وشگاه خودمون ببینیم آرسنال آخر جدولی رو میبریم یا نمیبریم 4-1 داداش مثلا نگران چی بودی تو صدر جدول اوه منچستر سیتی این بازی مهم است اگر 1% ما به بازیم صد رو به طور کامل از دست میدیم شاید بیام چهارم اصلا بله ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه اونا باز داریم آقا ورزشگاه ویمبلی ولی بازی شروع میشه بعد مهدی خان بار دیگر مقابل گواردیولا آیا میتونه دوباره گواردیولا رو برای گانا میتونه برای قطعا میتونه بردم چندین بار باز هم میتونم هیچ غلطی نمیتونه بکنه هیچ غلطی نه داره غلطایی میکنه اوه گندتون بزنن سف سف جوجه یا همین بر بزن گله چطوری گواردیولا نداره چی راجبی که مهدی خان همیشه تو رو میبره پاسو میده میره اوه خطریه این خطریه بس خدا رو بزنش بندازش میزنه میندازش نیفتاد بد شد وضعیت خاکش تو اون سر دفاعمون خدایی دارم میگم باختیم چهار روم خیلی خوب بازی با لیورپول بازی بسیار سختی است ببین شما در مرحله گروهی عالی بودی صعود کردیم و بونیچی گفته چی بدیهیه که اوضاع بهتر شده اما هنوز دوران سخت تموم نشده و الان ما با لیورپول بازی مصداریم ما مدخان با 500 گفته هر مسابقه همیشه چون میکنیم مهم نیست که تیجه نمونه میخواد لیورپول باشی یا حتی میده که این ساده شارو برزا با لیورپول بازی این درشگاه خودمون ولی در یک ورزشگاه خوشمل روز پارک بازی داریم ما لیورپول بازی شروع میکنه آقای مدخان میکشه جلو دیگه دارم با تاکتیک جدید بازی میکنم سه پشت مدافع محرز
لا شکر چه گلی میزنه محمدی خان رازی دقیقه 8 باز کردم دروازه رو. مرکه این برو دیگه داداش، برو زبدری برو. پاس میدم بهت پشت مدافعین، حرکه میرسه و شوت توی دروازه. دو برای چمتی خان، سانت کاتدار به سون، منوال عالی، حال میرسونی به هرکین. هرکین نگر میداره، پاسشو میده پشت مدافعین برای هرکین، حرکت عالی انجام داد، شوت و توی دروازه. رفت اوت. 3 بر هیچ مدی خان میبره. چندم صدر موندیم فعلا. وستهم چندمه؟ وستهم جزو 10 تا نیست. آرسنال اومد جزو 10 تا. از ویستون اومد 10 تا بالا. برین خودتون بازی کنین، امیدوارم که ببرین فقط، چون خیلی دار هرس خوردم من. خدا. 2-4 باختیم. ممنونم. دوم شدیم. ولف چندمه؟ ولف ششم. هیچ. ما بعد از کافی خوب نبودیم. برین بازی رو بازی کنین. بازی بسیار مهمه. فقط دلم میخواد ببازین یعنی این بازی رو. 2-2 کردیم. قشنگ اومدیم سوم. ممنونم. ساعت 2 بعد از ظهر در ورزشگاه چلسی بازی داریم باشون. چلسی دوم، هم امتیاز ما. بعد اینا رو ببریم که حداقل دوم بشیم، شانس بیاریم. من سیتی مساوی بکنه ما صدریم، شانس بیاریم. داداش اینا دوم، انا خونه خاله نیستش فکر کنیم مثلا اینا. نمیدونم راحت بازی نکن، وحشی داره بازی میکنه یارو. بس عالی به سون، هیونگ مین، منوال عالی و سون توی دروازه نرفت توپ. به شوت سیگه بابا بزن تو گل. یو اول فصل بابا تو چرا اونجوری پاس میدی آخه؟ به شوت سیگه بابا لعنتی. بودو سون بودو. بزن گلش کن. نگاه کن خدایی. مساوی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. گرچ که بد رفتن رو حسابم، اما اگر دوستان پارت بعدیشو زودتر بتونیم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.